به یاد دختری که از ترس گذشت تا زیبایی آن سمت ترس را ببیند. شهید قیام، آریانا سیف. روزی که تغییر کردم، روزی بود که از تلاش برای تطبیق خودم با دنیایی که برای من واقعا مناسب نبود، دست کشیدم. بله، اینها حرفهایی بود که من قبل از آن که به دست مزدوران خامنه‌ای سر به نیست بشم، در صفحه اینستاگرامم نوشته بودم. من آریانا سیف، دختری 22 ساله بودم که از هر آنچه که مناسب من و نسل من نبود، دست کشیده بودم. دنیای من، دنیای میهن پرستی، شجاعت و آزادی خواهی بود. من هرگز نخواستم خودم رو با دنیای دین فروشان حاکم تطبیق بدهم. من خودم بودم، آریانای جوان. دختر مهربونی بودم و عاشق حیوانات خانگی. یه گربه و یه سگ داشتم که کلی بهشون میرسیدم. خیلی جاها سگ با وفام همراه هم بود. برای همینم قصد داشتم برم تو دانشگاه دامپزشکی بخونم. پدرم بارها ازم خواست که برم کانادا، ولی قبول نکردم. من عاشق ایران و مردم ایران بودم. دلم میخواست که بتونم برای تغییر اوضاع و احوال مردمم کاری بکنم. آخه من معتقد بودم که حال خوبمان رو نه از کسی طلب کنیم و نه براش به این و اون رو بزنیم و نه حتی منتظر معجزه باشیم. برای داشتن حال خوب فقط قدری تلاش کافیه. این ماییم که میتونیم روحمون رو مملو از عشق و آرامش بکنیم. به خاطر همین روحیه بود که وقتی قیام مردم برای سرنگونی آخوندها شروع شد، من با شور و شوق به قیام پیوستم. تو محله های اکباتان و چیتگر با دوستان به تظاهرات می رفتیم و با تمام وجودمون مرگ دیکتاتور رو فریاد می زدیم. بله، من با ترس جنگیدم و با حضور فعال در اعتراضات تونستم از آن عبور کنم. چرا که به نظر من بعضی وقتها باید از ترست بگذری تا زیبایی اون سمت ترس رو ببینی. و من زیبایی مبارزه برای رسیدن به آزادی رو دیدم. روزی از روزهای آذر ماه بود که گزمه‌های خامنه‌ای که در کمین ما جوانای معترض نشسته بودن، پیکر خونینم رو دزدیدن. در حالی که خانواده‌ام برای پیدا کردن من آواره خیابون‌ها بودن، دشخیمان خامنه‌ای منو زیر شکنجه‌های طاقت فرسا به قتل رسوندن. اونا در اوج شقاوت و بیرحمی پیکر بیجان منو بردن تو دره‌ای در اطراف تهران پرت کردن تا بتونن شهادتم رو تصادف جلوه بدن. این در حالی بود که پزشکی قانونی علت مرگم رو ضربات متعدد جسم سخت به سر و بدن ثبت کرد. خانواده هم روز 10 آذر منو پیدا کردن و در آرامستان وادی رودسر به خاک سپردن. این گونه بود که من رفتم تا دختران همسن و سالم فردایی روشن رو ببینند و زندگی کنند. من مطمئنم که خدای رنگین کمون که نامش روی مزارم هم حک شده، آفتاب آزادی رو از پس ابرهای سیاه بیرون میاره.